أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خداوندا شکر گذارم که یک بار دیگر چشمانم دنیای زیبایت را می‌بیند. پروردگارا سپاس که بار دیگر فرصت پیشرفت را به من دادی. خدایا شکر گذارم بابت تک تک تپش های قلبم و بابت تک تک نعمت هایت. خدایا شکرت که امروز به من فرصت دادی تا از زندگیم لذت ببرم. خدایا شاکرم که به من و خانواده ام سلامتی دادی. خدایا شکرت که هر لحظه مرا به مسیر درست هدایت میکنی. پروردگارا شکرت که از جایی که فکرش را نمیکنم به من کمک میکنی. ای زیباترین خالق، ای زیباترین خالق، بابت زیباترین تکرار این دنیا که بیداری است از تو سپاسگزارم. ای معبود یگانه من، بابت حال خوبم از تو ممنونم. ای لطیف ترین دوست، بابت این که هر لحظه می توانی مچ مرا بگیری ولی به جاش دست مرا می گیری و مرا بالا می کشی از تو سپاسگزارم. ای دانای رازها و ای خدای مهربانم، بابت هر آنچه که ندارم و ایمان دارم که اگر خیر و صلاح من در آن باشد تو خود به من عطا می کنی از تو ممنونم. یا رزاق سپاسگزارم
که هر روز از جایی که فکرش را هم نمی کنم به من رزق و روزی می دهی و نعمتهای بیکرانت را وارد زندگیم می کنی. الهی شکر گزار این زندگی هستم که به من بخشیدی تا یک روز دیگر بندگی تو را به جای آورم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که انوار کلام و آیات معجزه آسایش جان و دل را صفا می بخشد و در پرتو معانی و مزامین قرآن اقدس و مقدسش روح و روان تابان و رخشان می گردد. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که همکنون صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و لایو از مجتمع بزرگ آموزشی المهدی دریافت میکنن. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان. بسیار خرسندیم که در 22 روز از خرداد ماه 1400 هجری شمسی با ویژه برنامه‌ای با عنوان آیین سپاس، جشن شکرانه موفقیت که هر ساله به مناسبت پایان سال تحصیلی برگزار میشه در خدمتتون هستیم. سنوات گذشته عزیزان و خانواده بزرگ المهدی مستحضر هستن که این جشن به صورت حضوری برگزار می شد، اما با توجه به شرایط موجود ما امسال به صورت آنلاین از طریق سایت جهانی آپارات به صورت زنده در خدمتتون هستیم و امید همراهی شما را تا پایان برنامه خواهیم داشت. در ابتدای این محفل و مجلس دعوت می کنم از مدیریت و مؤسس محترم مجتمع آموزشی المهدی جناب آقای مهندس محتجب تا با بیانات خودشون همه ما رو به فیض برسانند. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که ما رو دارن میبینن، دانش آموزان، اولیای محترم. خواهی مویسته خدمت میلاد حضرت فاطمه معصومه را خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. خدا را شکر میکنم که خدا را امون لطف کرد سال تحصیلی گذشته رو با تمام فراز و نشیب هایی که داشتش، خدا را شکر اونجوری که دوست داشتیم، خدا اون و تیم مدرسه تمام تلاششون رو کردن که به بهترین شکل ممکنه بتونیم چیزهای قرارهایی که اول سال با شما گذاشته بودیم و به خوبی
حتی میتونم بگم بعضی هاشو تلاش باعث شد که بهتر از اون چیزی که هدف گذاری کرده بودیم خدا رو شکر به پایان برسونیم. من داشتم فکر میکردم که اول سال جلسه ای که با شما عزیزان بود چه مطالبی بیان کردیم خدمتون، چیزایی که خدمتون نشون داده نوارات مستمر بود، کتاب کار بچه ها بود، کتاب باشگاه مغز بچه ها بود و مواردی که گفتیم خدمتون انشاءالله تو این سال تحصیلی روشون برنامه‌ریزی کردیم، کار کردیم. زبانمون بود، ریاضی بود، هندسه که تک تکش رو خدا لطف کرد بهمون با دعای خیر شما عزیزان و تلاش یکایک عزیزانی که توی مجموعه واقعا میتونم میگم به صورت جهادی کار کردن با وجود کرونا. خب یه تاریخی هم تو همون اولای سال همه عزیزان تو مجموعه دونه دونه درگیر شدن ولی خدا کمکمون کرد که ما طبق قراری که داشته بودیم یک دونه از کلاسامون با وجود تمام اتفاقایی که افتادش یک دونه از کلاسامون نذاشتیم از دسترس خارج بشه. میگم روزای خیلی سختی بود، بعضی موقعا الان مثلا شما فقط تصویر من یه نفر رو تو دوربین دارید ولی الان اینجا حالا ان شاءالله تو طی برنامه خدمتتون نشون خواهند داد پشت صحنه میتونم بگم نزدیک 20 یا 25 نفر نشستن چندین روزه دارن فعالیت میکنن، فشار بسیار زیاد. میگم بعضی از این کارها حتی به شدت سخت‌تر از کار حضوریه که بتونیم ما به خوبی این کار رو جلو ببریم. سال تحصیلی خب برنامه رو همونجوری که خدمتون گفته بودیم ما هر روز تقریبا 6 سنگ آنلاین داشتیم، برنامه‌های مختلف پرورشی، برنامه‌های دیگر رو در کنارش اجرا کردیم خدا رو شکر. طبق همون وعده‌ای که با شما گذاشته بودیم ما خدا کنه که طبق وعده اومدیم جلو. بچه هم خدا رو شکر تو این سال تحصیلی خب نتایج خیلی خوبی کسب کردن. یه اتفاقی که امسال افتاد، ما حالا یه نقطه بعضی از ازام میگفتن که آقا فشار کار زیاده، سختی زیاده، بیشتره. من به نمونه همین الان آقای سمی اینجا هستن پشت دوربین هستن، من از قول ایشون دارم این مطلب میگم چون ایشون یکی از میشه با بهترین دبیر منطقه 4 هستن برای تدریس علوم. توی حالا مدارسی که تدریس بگم ما سالهای قبلا باشون همکاری داشتیم، ما یه طرحی داریم تو مجموعه به اسم طرح حاتم، حمایت از تیزهوشان مدارس، خانواده هایی که ممکنه توان مالی نداشته باشن خانواده های خوبی هستن، بچه هایی که ولی علاوه بر درسی بچه های خیلی خوبی هستن، ما هر سال سعی میکنیم بچه ها رو بتونیم مخصوصا تو دوره دوم حمایتشون بکنیم و تو مجموعه داشته باشیمشون. این هم یه جوری میشه گفت در راستای همون حمایت خیریه فرزندان المهدی هستش. چیزی که امسال برای من جالب بود این بود که ما سالهای قبل حالا من میرفتم مثلا این مدرسه دولتی، حالا اسم مدرسه رو نمیبرم، اونجا مثلا نزدیک 300 خورده 400 تا فقط دانش آموز نهمش بود، از بین اینا 15 تا 20 تا دانش آموز پیدا میشد که خیلی بچهای خوبی بودن، هم لحاظ درسی هم لحاظ استعدادی خیلی بچهای بالایی بودن. ولی امسال اتفاقی که افتادش بچهای خیلی قوی، اولا که نمیشد اصلا بچه رو شناسایی کرد، ولی بچهای خیلی قویشون علاوه استعدادی بچه خوبی بودن ولی از درسی چون زیر ساخت خوبی براشون مهیا نبود نتونسته بودن به خوبی دروس رو یاد بگیرن. و میتونم بگم این الان ممکنه بچه هایی که حالا میگفتن امسال سخت بود فشارمون الان متوجه نشن ولی در چند سال آینده و پایه های بالاتر که میرن این مزیت رقابتی که براشون به وجود اومده رو انشالله خودتون بچه ها و خانوادتون انشالله درک خواهیم کردش که چه اتفاقی براتون افتادش. من اینجا جا داره از تک تک عزیزانی که تو این سال تحصیلی گذشته به ما کمک کردن من یه تشکر ویژه از همشون بکنم. در اصلشون آقای صدیقی بودن که لطف کردن این سال گذشته، امروز هم خودشون با تمام چیزایی که گرفته گشتن رسوندن به ما، آقای منشیزاده بزرگوار پایه نهم، آقای شیخ فیسی پایه هشتم، آقای قیبانی پایه هفتم، آقای دعوتگر بزرگوار امسال تو دور اول کمک دور اول ابتدای ما کمک کردن. در کنار آقای دعوتگر آقای نراقی بودن که به تیم مجموعه اضافه شدن، در کنار ایزان آقای مهدینیا بودن که در کنار شاید قوام دارن کمک میکنن بهمون تو پشتیبانی های آموزشی کمک میکنن بهمون، و سایر ایزان آقای خداداد امان نیرو خدماتی کمک کردن، آقای ایزان من یادم آقای نجفی نیروی تحصیلاتی بودن، خانم رازین روابط عمومیمون بودن، خانم سفری حسابداری بودن. این عزیزان دارم میگم که احساس بکنین که یه نفر دو نفر نبود که تونست، یعنی یه تیم بودن که شبانه روز فعالیت میگن که خدا کمکمون کرد
بتونیم این اتفاقی که براتون رقم خورد تون یک سال تحصیلی رو رقم زده باشیم. مهندس گودرزی بزرگوار درس کار و فناوری، از همه این عزیزان تشکر میکنم. حالا تو خونه اگه هستین، هر جا هستین، برای سلامتی خودشون و خانواده‌شون یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی خودتون و این عزیزان رو تشویق بکنین. من دیگه زیاد نمیخوام عزیزان وقت بگیرم، همین اومدم تشکر رو کنم از همه عزیزان و بگم خدا کمکمون کرد با لطف امام زمان و تلاش یکایک عزیزان و همراهی خوبی که شما خانواده بزرگوار داشتین. خدا رو شکر سال رو به خوبی و خوشی به پایان رسوندیم. اون چیزایی که هدف گذاری کرده بودیم، حتی میتونم بگم بهتر از اونها رو تونستیم پیش ببریم. و برای سال آینده، خب همونجوری که گفتم، پارسال اتفاقایی که تو مجمع قراره صورت بگیره، برای هر کدومش میشه گفت ساعت‌ها و میشه گفت چندین نفر ساعت، بالای مثلا 500-600 ساعت برای هر کدومش فکر شده، جلسه گذاشته شده، کار شده تا این اتفاق صورت بگیره. تو این تشکری کردم یه بچه رسانه‌مونم که مضافشن، آقای عارفی، آقای حمیدی، اینا رو یادم رفت، اینا هم بگم خدمتتون، میگم یه تیم بودیم که همه تونستیم این اتفاق رقم بخوره. برای سال آینده ما برای هر دو حالتش، یعنی برای ما فرقی نداره چه کرونا باشه چه نباشه. من یه چیز امروز داشتم میخوندم که نوشته بود مثلا این مدل هندی دلتاش که اومده، هر کسی که دوتا دوز واکسن هم زده باشه بازم درگیرش میکنه، یعنی واکسن هم باز زده باشه. میگم یعنی همین امروز صبح من خبرش خونده، یعنی نوشته مدل دلتایی که هندی هستش، کسی که دوتا دوز واکسن هم زده باشه بازم درگیر خواهد شد. حالا من یعنی هر انشالله خدا کنه، ما برنامه‌ریزی که داریم انجام میدیم، چه کرونا باشد چه نباشد، چه نصف بچه ها بیان چه نصف بچه ها، ما کلن هدف گذاریم اون از سال گذشته. حالا یه همچیزی میتونم بگم مجتمع اولی بودیم در سر سران که همچیزی رو مطرح کردیم، آموزش هیبریدی، و کماکان برای سال بعد برنامه‌ریزی که داریم انجام میدهیم، فکر کنید شما دانش آموزان 100% میخوان حضوری بیان مدرسه، ما از آموزش الکترونیکی هیبریدی، یعنی به این معنی که ما از جفت آموزش سنتی و آموزش الکترونیک در کنار همدیگه استفاده خواهیم کرد که بتونیم حد اکثر خروجی و انشالله توی اون چیزی که وظیفه همون از رسالتون هست برای بچه ها بتونیم کسب بکنیم. پس کرونا چه 100% بره کنار، ما آموزش الکترونیک کنارش خواهد بود، بچه ها حضوری میان، الکترونیکی هم کنارش خواهیم داشت. کرونا نره کنار، ما آموزش الکترونیکی هم داریم سعی میکنیم یه قسمت های حضوری به بچه ها بیان مدرسه. و کارهایی که حالا انشالله تو جلسات آینده، الان وقتش نیست خواهیم گفت، ما به شدت داریم روی کارهای مهارتی، کارهای مهارت آموزی بچه‌ها، برنامه‌مون رو به صورتی به وجود بیاریم که آموزش میشه اون چیزی که ولش نمی‌کنیم هیچ موقع، روش پرقدرت وای میستیم، دروس اصلی روی آموزششون فکر داریم می‌کنیم، کار می‌کنیم، کتاب کارام اتفاق خوب دیگه که حالا انشالله سر فرصت توضیح خدمت دارم میافته، روی اون داریم کار میکنیم، اونو ویل نمیکنیم. و در کنارش کارهای مهارتی، کارهای ترکیبی، مثلا کارگاهی که داریم از یه دونه کارگاه داره تقریبا میشه به 6 یا 7 تا کارگاه، از نیرویی که یک نفر بود برای کارفرمای ما از گودرز بودن، الان 3 یا 4 نفر نیرو شدن که فقط تو این بخش کار مهارتی میخوایم انشالله بریم سمتش، و حالا کارهای دیگه‌ای که انشالله تو جلسات آینده خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد. باز تشکر میکنم از یکایک که همه عزیزان لطف کنین برای اینکه خستگی از حالا تو خونه هستین دیگه، برای اینکه خستگی از تنشون در بیاد، انشالله خدا بهشون یه قوتی بده و یه لطفی هم کن به خودش و خانواده‌شون، بتونیم حالا با تمام مشکلاتی که هست و کرونا که وجود داره با همین قدرت ادامه بدیم تابستون و سال تحصیلی آینده رو. یه صلوات برای همشون دوباره بفرستیم. الله
خب تشکر قدردانی میکنم از همراهی همه عزیزان. با توجه به این که شبکه آپارات یک شبکه جهانی هستش، ممکنه که ما الان هم از طریق داخل کشور و هم از طریق خارج کشور در واقع رؤیت بشیم. خدمت همه عزیزانی که چه در داخل کشور چه در خارج از کشور ما رو ببینن عرض سلام و ادب مجدد داریم. تشکر و قدردانی میکنم از مؤسس و مدیریت محترم مجتمع آموزشی المهدی جناب آقای مهندس محتجب. ایشون محبت داشتن نسبت به کادر مجتمع و دبیرستان دوره اول. بنده هم وظیفه خودم میدونم که از زحمات، اگر به جرأت بگم، شبان روزی جناب آقای محتجب و سرکار خانم رجایی سخنی گزاف نگفتم که اگر حمایت های همیشگی این دو بزرگوار نبود، شاید این برنامه ریزی منسجم و خوب دیده نمی شد. ما هم از طرف کلیه عوامل و پرسنل مجتمع آموزشی المهدی از زحمات این دو بزرگوار تشکر و قدردانی می کنیم. جا داره که همین جام یادی بکنیم از مؤسس مجتمع آموزشی المهدی مرحوم رجایی، انشاءالله که به حق این روز عزیز و بابرکت، روز میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از نعمات بهشتی برخوردار باشن انشاءالله. اما دو عزیز و دو دانش آموز از خانواده بزرگ المهدی رو شما در تصویر و کادر میبینید. در سمت راست بنده یکی از دانش آموزان خوب مقطع متوسطه اول جناب آقای امیر محمد بکبردی که ما در جشن‌های مختلف بهش زیاد زحمت دادیم و همیشه با روی خوش دعوت ما رو پذیرفته، و در سمت چپ بنده یکی از دانش آموزان بسیار با اخلاق مجتمع که خب در 3 سال دوره اول پیش ما بوده، الان هم فکر میکنم که سال 11 در دوره متوسطه 2 مشغول به تحصیل هست. همیشه اخلاق آقای حسنزاده طباطبایی زبانزد همه همکارا بوده. خب من ضمن این که خوش آمد میگم خدمتتون و خیر مقدم میگم خدمت این دو عزیز، از اینجای کار در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم از نوازندگیشون. من هم مثل شما مشتاق هستم ببینم که چه کار زیبایی رو برای امروز آماده کردن. در خدمتیم.
خیلی متشکرم از همراهی دو دوست بسیار عزیزم. بله، پشت سر بنده در واقع صحنه‌ای که من الان دارم می‌بینم، تعداد زیادی از دوستان در واقع پشت تصویر هستن و هر کدومشون به نوعی همکاری دارن در اجرای برنامه. خب حیفه که این دو عزیزمون اومدن با در واقع خودشون رو معرفی بکنن، هم آقای بکبردی هم آقای طباطبایی. بفرمایید. خب سلام به همه، من امیر محمد بکبردی پور هستم، دانش آموز پای نهم مجتمع المهدی، دوره اول المهدی در واقع، و خیلی خوشحالم که امروز تونستم این فرصت رو پیدا کنم که بتونم به همراه آقای طباطبایی آهنگ بسیار زیبا رو شما در واقع انجام بدیم و تقدیم شما کنیم. مرسی. امیر محمد جان، چند وقت داری کار میکنی گیتار؟ هستش 3.5 سال دیگه، امسال تیر ماه میشه 4 سال. 4 سال. بله. و تو خونم تمرین داری دیگه قطعا؟ بله. خب به حال وقتی کار هنری داری انجام میدی یا باید ورود نکنی یا اگه ورود میکنی باید به نفع احسن انجام بدی. بسیار عالی. بله. درود بر شما. امین جان شما خودتو معرفی بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. امین حسن زاده هستم، دانش آموز پایه 11 دبیرستان المهدی، البته امسال میام 12 میه. به من لطف داشتین. سلامت من دعوت کردین، گفتین میام اینجا یه بار دیگه تو جمعتون باشم، از این فضای قشنگ استفاده بکنم. خیلی خیلی از شما ممنونم. واقعا اخلاق امین همیشه زبان زده کادر مدرسه، دبیرای مدرسه، معاونین مدرسه بوده. امین در رابطه با ساز تنبک دیگه، درسته؟ بله، تنبک. خیلی سخته فکر میکنم، نه؟ چجوریه؟ چه مدت طول کشید یاد گرفتی؟ کلاس چجوری رفتی؟ توضیحاتی بده. 6 سال خب کلاس میرم، اولش یه دوره آموزشی راحت داره، سبک داره، بعد میشه سنگین. سنگینش که دیگه حالا الان دیگه اوکی هم دیگه. بعد رو علاقه خود در انتخاب کردی؟ من تقریبا از 7 سالگی علاقه داشتم، ولی خب چون شرایطش نبود دیگه. بسیار. البته دوستانمون کارهای زیادی آماده کرده بودن، منتها چون تایم برنامه بسیار کم هست، شما محدود در خدمتتون هستیم، به هر حال سعی کردیم که در حد یکی دو تا تکنوازی و همنوازی بتونیم که در خدمتشون باشیم. سپاسگزارم. قبل از اینکه به آیتم بعدی برسیم، یه نکته رو من همینجا البته توی اطلاع رسانی ها انجام شده ولی مجدد یادآوری میکنم. امروز فرزندان عزیز المهدی در پایه های 7، 8 و 9 یک سورپرایز ویژه و خاص دارن. چه زمانی اعلام میشه؟ آخرین آیتم اون سورپرایز ویژه انجام میشه. حتی بچه‌ای که اینجا نشستن، حتی امیر محمد هم فکر نمی‌کنم از این خبر داشته باشه، در جای خودش بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنونم از همراهی همه عزیزان. مهمان داریم، چه مهمانی، دو عزیزی که من خیلی خیلی دوستشون دارم. من که هیچی، بقیه بچه ها پایه های هفتم، هشتم و نهم بسیار بسیار این دو عزیز رو دوستشون دارن. این دو عزیز معرف حضور دانش آموزان عزیز المهدی هستن. سمت راست بنده معلم، استاد و پیشکسوت عزیزمون، دبیر با تجربه آموزش و پرورش، جناب آقای مهدی سمیعی، دبیر محترم درس علوم. بچه های پشت صحنه به افتخارشون نمیخوان دست بزنن. آقای صدیقی هم گفتن من شما رو خیلی دوست دارم. اما سمت چپ بنده جناب استاد محمد گودرزی، دبیر محترم درس کار و فناوری، به افتخارشون هم دست بزنیم. اما اول یه آقا سلام علیکی با بینندگان عزیزمون داشته باشید. آقای سمی به رسم بزرگتری. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. انشالله که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. به نام خدا، عرض سلام، خسته نباشید خدمت همه دانش آموزان مجتمع آموزشی المهدی. سپاسگزارم. بچه ها این نکته رو الان جا داره من بگم. یه وقتایی ساعت 10:30 شب مثلا ما مرتبط میشیم با آقای گودرزی، میبینیم که آقای گودرزی میگه آقا من الان تو مدرسه هستم، یه عکس سلفی میگیره، ساعت 10:30 شب برای ما میفرسته. از استاد سمیعی هم نگم دیگه، از مهربونی و دقتشون، از لطفشون، از استادیشون هرچی بگم کم گفتن. اما فلسفه حضور این دو عزیز چیه؟ ما نشستیم با دوستانمون صحبت کردیم، باقی که میخواستیم آیتم های برنامه رو مشخص کنیم، گفتیم ببینیم چه چیزی برای دانش آموزانی که بعضی ها یک سال، بعضی ها دو سال و بعضی ها مثل بچه های پایه نهم 3 سال با این دو عزیز ارتباط داشتن میتونه جذاب باشه. رسیدیم به این نقطه که آقا ما دو نفر رو انتخاب بکنیم، این دو عزیز بیان اینجا. بچه ها آقای سمیعی و آقای گودرزی رو همیشه در قالب مدرسه دیدن، تو فضای مدرسه، تو فضای آموزش و خیلی رسمی و اتو کشیده و خلاصه شیک و پیک دیدن. اما چه خوبه که ما از بعضی از پشت پرده های زندگیشون هم با خبر باشیم. نمیدونم، شاید پدر مادرها بیشتر یادشون باشه، یه برنامه داشتیم آقای نجفی فکر میکنم اجرا میکرد، یه زمانی هم آقای داریوش کاردان اجرا میکرد تحت عنوان صندلی داغ. این صندلی داغ خلاصه، البته این داغ نیست، آقای گودرزی تو اینو نگاه میکنه. خدمت شما عرض کنم که سوالات چالشی میپرسید از میهمان برنامه. ما هم گفتیم که آقای سمی، آقای گودرزی، یه برنامه‌ای با شما داریم روز شنبه، فقط بیاین مدرسه. حتی آقای گودرزی که مدرسه بودن، آقای سمی لطف داشتن امروز تشریف آوردن و خدمتشون هستیم. اما نگفتیم داستان چیه. یعنی باور بفرمایید که سوالاتی که من اینجا مشخص کردم که از این دو عزیز بپرسم، الان نمیدونن که این سوالات چیه. یعنی فلبداهه الان توی در واقع جریان این جشن و برنامه داریم ازشون سوال میکنیم. خب عرضمو کوتاه کنم، بریم بپردازیم به سوالات. آقای سمیعی تو فکر رفت. آقای سمیعی قول میدم آسون باشه. استاد سمی، الگوی شما تو زندگی کی بوده؟ خب هر بوده مختلف یا چه کسی داره؟ هست، حالا اینجوری بگیم سوال رو. من تو زندگی روز زندگی معمولیم که بخوام بگم، خب داییم، دایی کوچیکم الگوم بوده برای کاری که بوده، نوع زندگی که داشته. از نظر رفتار اجتماعی پدرم الگوم بوده که خدا حفظشون کنه. از با رحمت خدا رفتن، خدا رحمتش میکنه انشالله. بالاخره تو زمینه های مختلف از افرادی که به نظر خودم میتونستم، آره آقای مهندس بود. حالا اگه یک نفر رو بخواد انتخاب کنی یا کنی، من آدم ها رو صرف صدی نمیبینم. خب همه آدم ها نکته های خوب دارن، سعی میکنم که نکته خوبی که هر کسی رو داره ازش یاد بگیرم. خب که الحمدلله هم
دورورمون همیشه آدمای خوب بودن که از همشون تونستیم یاد بگیریم. بسیار عالی. خیلی ممنونم. همین سوال رو آقای گودرزی پاسخ بدن. الگو چی میشه؟ یک نفر من پدرم بوده تو زندگی، چون هیچ موقع دست از تلاش پشتکارش دست نکشیده و تو هر لحظه تو زندگی هر موقع من دیدم مشغول تلاش بود و وقتی من این تلاش رو میدیدم به خودم میقبولندم که تو هر شرایطی تو زندگی باید تلاش کنم و هیچ موقع خسته نشم. خیلی ممنونم. آقا یه خواهش، چون سوالات زیاد هستش، اگه محبت بفرمایی پاسخ‌ها کوتاه باشه و در حد یکی دو تا کلمه، من ممنون میشم که بتونیم سوالات بیشتری بپرسیم. سوال بعدی از آقای گودرزی میپرسیم. فرد مشهور مورد علاقه شما؟ مشهور؟ من اسمای دانش آموزان بعضی موقع یادم میاد. مشهور حالا میتونه فوتبالیست باشه، میتونه سیاسی باشه. نه اصلا من دنبال فوتبال و سیاست اینا نیستم، سینما هم زیاد میپسندم. و مشهور بذار یادم. سال بعدی خیلی طول کشید. نه من رهبری رو یکی از افرادی هستم. مقام معظم رهبری. آقای سمیع عزیز، همین سوال از شما. سخت بچه‌ها، آره. که فعل بداهه بپرسیم، آره. ممکنه خیلی از در واقع گزینه‌ها تو ذهن آدم بیاد، ولی خب گفتنش فعل بداهه خیلی سخته. یه چیز جالب بگم، بچه‌های پشت صحنه هر کدوم از اون صندلیشون بلند میشن میگن ما رو بگو، ولی آقای سمیع نگاهی به اونور نمیندازه. آقای سمیع بریم سوال بعدی. سخت شد. شهید حاج همت خیلی دوست داشتم. شهید همت، خدا رحمتشون کنه، بله الگو بودن تو خیلی از موارد. آقای سمیع سوال بعدی از شما، اگر قول چراغ جادو داشته باشی سه تا آرزو بکنین، سه تا آرزو چیه؟ بگن هر سه تاش برآورده است. سخته. سه تا آرزو قول چراغ جادو؟ آره بگن آقا سه تا آرزو شما میتونه برآورده کنه این قول چراغ جادو، اون سه تا چیه؟ یکی پدرم برگرده. چه دعایی؟ آقا یه بود از شما بگی. سه تا آرزو. اول اینکه این کرونا بره و همه این مریضا انشالله شفا پیدا بکنن و برگردیم به زندگی عادیمون انشالله. دوم اینکه فرج آقا امام زمانه. و سوم هم اینکه شهادت. بحبه انشالله. موقعی بود از سر آموزه کشتن میدونم دست ما ناراحت نمیشه. خب آقای گودرزی خودتو در یک جمله توصیف کن. خودمو مثلا دو سه تا ویژگی تو بتونی تو یه جمله کوتاه بگی. بچه مظلوم که نیست، من میدونم سرویس بعد ذهن درگیر کلا. آره بعد دیگه چی بگیم، همین حدودا دیگه. خب آقا سمی خوبه بگم یا بعد بگم؟ نه دیگه هر چی که هستیم، اگه بخوای از شما بخوام خودتون رو توصیف بکنید. ذهنم کلی چرا دارم که به چراش نرسیدم. خب بعد خیلی هم همه رو دوست دارم. بله خیلی ممنون. سوال بعدی از خود شما، اگر به شما بگن که خدای نکرده قرار باشه که بقیه باقی مانده عمرتون رو دور غذا خوردن یا خوابیدن یک کدومش خط بکشید، کدومو خط میکشید؟ چندان توفیری نمیکنه برام، فرقی نداره. حالا یکیشو بگی. غذا خوردن. چی شد یه بار دیگه سوالی بود؟ دور غذا خوردن. از شما سوال کنن از اینجا به بعد تا پایان عمرت دور غذا خوردن یا خوابیدن رو خط بکش، یک کدومش در واقع برشت من دور هر دوتاش خط میکشم، چون غذا همو ساعت شش بعد از اون میخوام نهارم و من اینو شاهد بودم. غذاش هم مسیحی خوابتون هم زیاد نیست. بودم آره خوابه من کمه کلن. بسیار خوب. جز موجود زنده نیستیم. جالبترین هدیهی که دریافت کردین چی بوده؟ جالبترین هدیه
توی بچگی یا بزرگسالی فرقی نمی‌کنه. حالا در اساس من تو بچگی یه دونه از این چیزا بود، مداد تراشا بودن، می‌ذاشتی داخل اینجوری می‌چرخوندی می‌تراشید. آره اون موقع مثلا یکی از چیزای خیلی خوبی بود دریافت کردم. و یکی دیگه‌اش هم این ماشین کنترلی‌ها بود. بچگی ما فقط جلو عقب می‌رفت، چپ و راست نمی‌رفت. یعنی اونی که بابام برام گرفت، من دیگه الکترونیکو یواشش رو اون تمرین کردم دیگه. همونجا بسیار عالی، بسیار عالی. آیه سمین، من یه برگه هستش که مادرم تبریک گفته به من برای روز تولدم. اینه که همین سررسیدی که امرو من صفحه اولش زدم برام، خیلی جا با خط خودشون نوشتن. بله بله. اون نوشته رو حاضری با مثلا یکی پیدا شده آقا من 100 میلیون میدم این نوشته رو ازت؟ نه اون حاضر نیست. نه. آقای سمی خیلی مراقبت از مادرشون میکنم. من خیلی وقتا دیدم که تمام در واقع مسائل، حالا یه مقطعی ایشون بیمار بودن، لحظه به لحظه کنار مادرشون بودن و واقعا برای خود بنده الگو بودن. آقای سمی استفاده با حال دیگه میکرد، شاگردم بهم داده بود چاقو چاقو داده بود شمشیر داده بود، خیلی برام جالب بود. بسیار عالی. آقا سمی آخرین باری که گریه کردی کی بوده؟ راستش رو آخرین بار خانومتون دعواتون نمیکنه مثلا دعوا کنه مثلا کتکی چیزی؟ نه متاسفانه من چون خیلی جدیم بقیه بیشتر یه داره. بریم یه ذره عقب‌تر. خب پس کی بوده آخرین بار؟ یک ماه پیش بود. من یک ماه پیش. میتونیم بپرسیم سر چی؟ نه نمیشه. آقای گودرزی، آقای گودرزی فکر کنم یه دو سه روز پیش بود. آره دلیلش رو نمیشه دیدی. روزه یه روزه بود داشتم گوش میدادم. آها روزه از اهل بیت. به به بسیار عالی. آقا راستش رو بگو، تا حالا تقلب کردی یا نه؟ مگه میشه نکرد؟ صداقتشون قابل تحسینه. البته تقلب نرخ داره. مثلا بگی آقا تو بین مثلا 100 تا سوال یکی مثلا یه تقلب میکنه، یکی میبینن هر 10 تا سوال 15 تا تقلب میکنه. خب نرخ مال من نرخش پایین، بچه درس خوندیم نرخش پایین بود. یعنی مثلا دیگه بشه چیزی مثلا بیشتر میرسوندیم تا تقلب بگیریم از دیگران. اینجوری بود، دست بده داشتیم تا بگیر. خب آقا سمی شما چطور؟ من دو بار بوده. خب یه بار توی دانشگاه بود که امتحان انقدر سنگین بود که اصلا خود استاد گفتش برید تیز کنید که اصلا بیخیال اون تقلب مثلا نمیشه. مشارکتی با بچه هایی دیگه دانشجو. یه بارم تو مقطع راهنمایی بود، معلم عربیمون رفتش که تلفنی جواب بده، همه رو هم لگاه میکنم بعد امتحان کنسل شد. کلا از تقلب خوشم نمیاد. الان هم شاگردان میدونن که یه قسمتی که خیلی برامون چیزه تقلب کرده. آره خیلی آزار میده آقای سمیعی و وقتی که حالا متوجه بشه دانش آموزی مثلا. خب خدمت شما عرض کنم که الان به شما بگن زنگ بزنن بگن آقای سمیعی شما 500 میلیون تو بانک برنده شدی، این 500 میلیون خدایی شکار میکنه؟ میذارم که خونه رو میخوام جابجا کنم ازش استفاده کنم. رو پول خونه میذارم. آره. خب آقا شما چی؟ 500 میلیون. خب 500 میلیون هم نمیشه خونه جابجا کنم. آره خیلی آره یه پیکان هم عوض کنم. آره نه اون پیکان نوستالژی که فلان اسطوره است. آره بعد من یه مؤسسه دارم میذارم به اسم دنیا مهارت که بحث مهارت آموزی به دانش آموزان خرج اون مؤسسه میکنم. به به بسیار عالی. تبلیغ آقا گفتن تبلیغ. خب از همه چی باید استفاده کرد. خدمت شما عرض کنم که حیوان مورد علاقه آقای گودرزی. حیوان؟ حیوان مورد اسب. اسب. حیوان نجیبی است. آقا شما گرگ. گرگ. حالا میفهمم چرا گرگ؟ گرگ چون رام نمیشه برام جالب. آه رام نشده. نکته بود. اگر دوباره برگردید مثلا به دورانی که دانشجو بودید یا حالا قبلش، بگن که شغلتون رو عوض کنید، شغل ایدئالتون چیه؟ یا همین رو ادامه میدید حالا؟ من معلمی رو دوست داشتم. خب الان هم دارم، با اینکه یه موقعی ناراحته میشم یه موقع واقعیته و خودم به نظر خودم اون کارهای قبلا هم ندارم، ولی خب غیر از معلمی میخوام بگم من به کشاورزی و دامداری فوق‌العاده علاقه دارم. خیلی دوستم اینا یه بهم بگن که شغل دومی که میخواد چی داشته باشی، میگم که کشاورزی و دامداری رو خیلی دوست دارم، ولی اگر بگن همین معلمی رو عوض میکردی میگم نه همین رو انتخاب میکنم. من خیلی ممنونم آقای گودرزی. اگه بحث علاقه باشه که من از همین بچگی کار فنی رو دوست داشتم، دوست داشتم وارد رشته مهندسی بشم، اما بحث درآمد باشه وارد رشته پزشکی میشدم. اگه بخواستم برگردم از اون جنبه نگاه. بله. آقای گودرزی بچه‌ها میدونن که یک خودرو
حالا ممکنه خودروهای دیگه هم داشته باشه. اون چیزی که ما جلوی مدرسه دیدیم یک خودروی پیکان سفید هستش. شما در ظاهر یه پیکان سفیدی بیشتر نمیبینید، اما امکاناتش از یه پورشه فکر میکنم که بیشتر باشه، به خصوص امکانات اون بحثای امنیتیش که دیگه بچه‌ها میدونن. پارسال یادمه که آقا برای بچه‌ها قبل از داستان کرونا سال 97 بود فکر میکنم یه بار ماشین آوردن تو حیات مدرسه و خلاصه کامل ریزش رو برای بچه‌ها تشریح کردن. آقا بدترین زمانی که تلفن همراهتون زنگ خورده کی بوده؟ داخل دستشویی. پیش اومده. بعد جواب دادین؟ نه نمیشد. مشغول بودین. آهای صمیمی شما. بدترین موقعی تلفنم زنگ خورده، خب برنامه لایف داشتم، زنده داشتم، اینجوری چیزا بوده. آها مثلا تو کلاس بودی. آره. بسیار عالی. خیلی ممنونم از همراهیتون، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم. معمولا زمانی که این گونه برنامه‌ها هست، زمانی که به کسی میگیم دعوت میکنیم، یه خورده شاید بعضیا سختشون باشه حالا چه سوالی میخواد بپرسید، اما جا داره من تشکر کنم از آقای گودرزی، آقای صمیمی که محبت کردن و بدون هیچ در واقع صحبتی یا حرفی در واقع در جلسه امروز حضور داشتن. آقای صمیمی به عنوان حسن ختام، اگر هر مطلبی که فکر میکنید نیاز هستش، الان به هر حال تعداد زیادی دارن شما رو ملاحظه میکنن، ضمن اینکه ما از زحمات هر دو عزیز هم تقدیر و تشکر میکنیم که امسال واقعا توی شرایط کرونا بسیار زحمت کشیدن، اگر نکته مطلبی هست ما در خدمت هستیم. نه صحبت خاصی نیست، فقط امروز ولادت حضرت فاطمه معصومه بود، تبریک عرض میکنم اصلا به دخترها که روز دخترم بودش. انشاءالله که همیشه سلامت باشید، قدر خانوادتون رو بدونید، از کنار هم بودن لذت. آقا صمیمی، یه تجربه ای که بچه ها میتونن داشته باشن از شما بگن، یک تجربه زندگیتون رو برای ما بگید. تجربه اردویی. ما سفرهای زیادی هم آقای شیخ فیسی با استاد صمیمی رفتیم اردو، حالا در هر زمینه ای تجربه که فکر میکنید به درد بچه ها خواهد خورد. تو روزتون زندگی کنید، به گذشتتون کار داشته باشید ولی اونقدر تو گذشته نمونید، برای آیندهتون برنامه داشته باشید ولی امروزتون رو فدای فرداتون نکنید، چون شاید فردایی نباشه. به خاطر همین در روز از شرایطی که دارید، از بودناتون، از چیزی که خداوند شما داده استفاده کنید که بعداً حسرتشون هم. ان شاءالله سایه‌تون مستدام باشه. خیلی خیلی ممنونم استاد گودرزی حسن ختام و بیان یک تجربه که به درد بچه‌ها می‌خوره. انشالله که همه بچه‌ها همیشه سالم و سلامت باشن. اگه بخوام تجربه‌مو بگم، من توی زندگی یک چیز، یک آیه از قرآن همیشه سر لوحم بوده و اونم آیه هستش که میگه میفهمن که ولیسن انسان الا ما سعی، انسان هیچ چیزی نیست جز تلاشش. حالا شما در راه بدی تلاش بکنی خدا بهت میده، یعنی آدم بدی خواهی شد، آدم معروف ولی در فاز بعد. اگه در راه خوبی تلاش بکنی آدم مشهور و در راه خوب میشی. انسان هیچ موقع با ظرفیت 100% از ظرفیت 100% خوش واقعا استفاده نکرده. هر چیزی رو که من تو زندگی با اینکه میدونستم مثلا دست نیافتنی بود ولی با تلاش بهش رسیدم. یعنی اینجوری نیست که همیشه به بعضی بچه‌ها تلقین میکنم به خودشون آقا نمیشه، نمیتونیم، زمان میبره، در صورتی که امام علی میگه از هر کاری که ترسیدی خودت رو توی اون کار بیانداز. یعنی شروع کن، اصلا بهش فکر نکن که حالا چه میشه، سخته، آسونه، چه، فقط شروع کن و تلاش کن، شکست بخور دوباره تلاش کن، شکست بخور دوباره تلاش کن. رمز موفقیت خیلی از افراد مشهور، کارآفرین‌ها، تولیدکننده‌های دنیا همین بوده: تلاش، شکست، دوباره تلاش، شکست، دوباره تلاش و در انتها موفقیت. خیلی خیلی ممنونم از لطف و بزرگواری این دو عزیز، استاد صمیمی و استاد گودرزی. قبل از اینکه بریم آیتم بعدی، دوستان از پشت صحنه به من اشاره میکنن که کلیپ آماده است. این جزء برنامه‌مون نبود آقا این کلیپ ها، نمیدونم حالا. بله، یه کلیپ کوتاهی رو دوستان آماده کردم. من تو سین برنامه که الان مقابلم هست ننوشتم، حالا دیگه به هر حال به احترام دوستان عزیزمون در واحد رسانه در واقع این کلیپ رو ببینیم. ما هم مثل شما منتظر هست ببینیم این کلیپ چه کلیپی هست. آقا تشکر و قدردانی میکنم. علیرضا پویا. عادتش بیاد دلبری کنه بره رد کارش،
میدونه که دلم عاشق دلش وصل به حالش میلرزه دل هر کسی که رد میشه از کنارش نمیدونم اگه نباشه دلو میکنم چی کارش دلم واسه دلش بر میزنه گیل نفساشه میخوام بمونه عاشق دلم و همشگی باشه میدونه دلم جوره با دلش و همه جوره پاشه زندگی من فصل صدای خنده هاشه بله خیلی ممنون منم مثل شما که داشتید از منازل احتمالاً نگاه می‌کردین رفتم ببینم این کلیپ چه کلیپیه چقدر خوشحال شدم کلیپ در واقع فوتو کلیپ البته از جناب استاد شیخ فیصی عزیز که ما تقدیر و تشکر می‌کنیم از دوستان واحد رسانه‌مون یکی از معاونینی که بسیار بسیار محبوب بچه‌ها هستن محبوب خود ما هستن و خدمت شما عرض کنم که دوستان زحمت کشیده بودن این کلیپ رو در حد یک دقیقه آماده کردن که ما تقدیر و تشکر میکنیم بله حالا دلیلش هم بگیم آقای حمیدی آقای عارفی خدمت شما عرض کنم که توی کلیپیه که دوستانمون تو امتحانات پایه نهم زحمت کشیدن از بچه ها گرفتن که بیشتر البته تصویر عکس بود بعد خب از همه گرفتن و از کادر هم گرفتن این کلیپ آماده شد ما با آقای شیخ ویسی رفتیم توی اتاق رسانه نشستیم که این کلیپ رو تماشا کنیم بعد دیدیم که آقا تا از همه افراد در واقع توی اون کلیپ عکس بود مثلا به تعداد بالا مثلا آقای خسروآبادی در طول امتحانات یک بار مراقبت بهشون خورده بود که اومده بودن دبیر محترم درس ریاضی مثلا فکر کنم 6 تا عکس از ایشون بود بعد از بقیه دوستانم به همین شکل دیدیم آقا هر چی گشتیم دنبال عکس آقای شیخ ویسی دیدیم عکس ایشون رو ما در حد یکی دو تا اون یکی دو تا به این شکل بود که مثلا سوژه اصلی یه شخص دیگه ای بود ایشون مثلا داشته از اونجا رد می‌شده حالا در واقع توی عکس افتاده خلاصه آقا شیخ ویسی ناراحت شد آقا پس من کجام ما با دوستان واحد رسانه هماهنگ کردیم گفتیم آقا یک کلیپ اختصاصی توی برنامه خیلی خاص و ویژه که مخاطب زیاد داره ما به جبران این کار براشون آماده می‌کنیم آقا شیخ ویسی این کلیپ به صورت اختصاصی برای شما در نظر گرفته شده بود آقا سلام و عرض ادب تبریک به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه آقا دکور مینداختی آخه من اومدم خودم دفاع کنم آقا آقا غیر از این بود آقا من تکذیب میکنم بابت ناراحتی تکذیب میکنم اینجا همینجا جلو همه پسرای گلم تکذیب میکنم خودتون میدونید منو میشناسید اما اینکه محبت داشتن دوستان البته من میدونم این دوست ما آقای منشی زاده خیلی بهمون لطف داره دوستان رسانه هم که همیشه ما زحمت دادیم بهشون این کلیپ زیبا رو درست کردن ممنونشونیم خدمت شما عارضم که آقای مرشیدزاده این شیطنت کار شماست بله من واقعا قافلگی شما داشتم میمادم برای سورپرایز واقعیتش خب من یه تبریک اول بگم این میلاد بزرگ رو خدمت همه ملت ایران مسلمان همه مخصوصا حالا چون از شبکه جهانی آپارات داره پخش میشه ممکنه دختر خانم هایی هم بیننده ما باشن تبریک میگم به همه دختران مسلمان و ایران زمین این روز بزرگ رو خدمت شما عرضم که من اومدم امروز سورپرایز رو بگم حالا نمیدونم وقت سورپرایز بود اصلا نبود نه ولی دیگه قسمت بر این شد که حالا که تشریف آوردین ما یه کلیپ خاص و ویژه آماده کردیم برای بچهای نهم میدونید که نهم های امسالمون آقای شیخ فیصی البته ما هر سال بچهای نهممون واقعا زمانی که میخوان از مدرسه برن هرچند که در واقع اکثریتشون به دبیرستان دوره دوم راه پیدا میکنن ولی خب چون از محیط مدرسه میرن و ما حضور فیزیکیشون رو اینجا درک نمیکنیم یه خورده برامون سخته هم برای ما سخته هم برای اونها سخته چون درست. عادت کردیم بچهای این دوره نهم همونطور که قطعا شما هم تایید میفرمایید واقعا یکی از یکی بهتر یعنی یکی از سالهایی بود من در طول این چند سال خدمتم یکی از سالهایی که واقعا راحت بودم با بچه‌ها امسال بود احساس میکنم که فهم و درک و ادبشون خیلی بالاتر از سنشون بود امسال به خاطر همین امسال یکی از سالهای سخته برای بنده که این دوستان رو در واقع ما دیگه حضورشون تو مدرسه درک نمی‌کنیم هرچند که ارتباطمون با همه اونها حفظ میشه
یه کلیپی آماده شد روز پایانی امتحانات حضوری پایه نهم که زحمت کشیدن دوستان واحد رسانه ضبط کردن. میخواستم این کلیپ رو اگه اجازه بدید با هم ببینیم. بعد انشالله من اون سورپرایز ویژه که از ابتدای برنامه خدمت عزیزان اعلام کردیم رو با هم توسط شما توضیحاتش رو ببینیم و بشنویم و انشالله اعلام نفرات برتر که با حضور مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای صدیقی برگزار خواهد شد. پس بریم کلیپ رو ببینیم. اگر اجازه بدین این کلیپ رو با هم ببینیم بعد انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه 12 خرداد 1400 هجری شمسی، آخرین روزی که دوستان عزیزم در پایه دوم آخرین امتحان نهاییشون رو میدن. روزهای خوب و بد زیاد رو کنار هم در این چند سال، در این 3 سال حتی الان که با هم بودیم سپری کردیم. روزهایی که بعضیاش خیلی شیرین بود، بعضیاش تلخ بود، بعضیاش شادی به دنبال داشت، بعضیاش غم داشت. همه اینها رو وقتی کنار هم بذاریم و خاطرات این 3 سالی که با هم بودیم رو اگر مرور کنیم، ببینیم که این شادی ها و این ناراحتی ها همه در کنار هم بود که قشنگیش رو الان داره نشون میده. آقای شیخ ویسی عزیز، میخوام در رابطه با پایه نهم بیشتر صحبت کنم. منتها از چیه این پایه بگم؟ از کدوم یکی از خوبی های بچه های نهم امسالمون بگم؟ از احمد رضا بنویدی که معروف شد و معروف هست به پیکاسوی مجتمع آموزشی المهدی، از امیر مهدی پورویات عزیز که بسیار بسیار خوشقلبه و در همه فعالیت‌های پرورشی دست راست آقای شیخ فیسی بوده، از کی بگم براتون؟ از امیر حسین تیموری که معروف به موش کوچولوی مدرسه، با ادب و دوست داشتنی، شیطنت خوش هم به دل میشینه. از چیه این پای واسطتون بگم؟ از معین جودکی عزیز که هرچی از خوبیاش بگم بازم کمه. اگه بخوام به تمام اونها اشاره کنم وقت کم میاریم. در یک کلام آقای به تمام معنا. از کجای پای نهم بگم براتون؟ از حسین حسینزاده عزیز که یک استقلالی خیلی خیلی متأثره، بچه بسیار خونگر، با اینکه سال اولش بود به جمع ما اضافه شده بود، در سال نهم به جمع ما اضافه شد، اما بسیار بسیار بچه خوشقلب و دوست داشتنی و با معرفت، جز بچه‌هایی که میشد و میشه روی دوستیش حساب کرد. از بنیامین حبیبی عزیزم که معروف هست پیش دوم به ماهیگیر بزرگ مجتمع، تا جایی که یه جاهایی پاکی کفش آقا شهرسی هم میکنه و با آقا شهرسی رقابت داره. از سید محمد حسینی عزیزم که اگه بخوام یه ویژگی خاصش رو بگم، کمک کردن به دوستاشه که هیچ مزایقه‌ای در کمک به دوستانش نداشته و نداره و هواشون رو همیشه داشته. سید محمد عزیز آینده درخشان در انتظارت. از ابوالفضل رؤوفی عزیزم که یه ویژگی خیلی مهمش این بوده که همیشه احترام بزرگتراش رو حفظ کرده. ابوالفضل از سال 8 در مدرسه المهدی بوده. از حامد رئیسی دوست داشتنی که با اون کلاهش که الان هم بستر داره، ستاد نظارت در امتحانات آنلاین رو هم حرص داد و هم خندید. از دانیال زوهریپور گل، آقا دانیال عزیز که روزی اومد پیش ما، گفتم ای کاش دانیال از سال 7 پیشمون بود. یه پسر پرتلاش
آقا و مؤدب. دانیال جان، آینده پیش روت بسیار درخشان این شرط از حسین شجاعی پاندای معروف، تحلیلگر حرفه‌ای بازی‌های کامپیوتری که در همه چی بیسته، از ابوالفضل شعبان بگم براتون که همیشه دست راست من در برگزاری کلاس‌های آنلاین بوده. آقای دواتگر، یه موقعی من مشغول صحبت با اولیا بودم، اگر یه مشکلی تو کلاس آنلاین پیش میومد، اولی دانش آموز به من زنگ میزد ابوالفضل شعبان عزیز بود. از چیه این پایه براتون بگم؟ از میثم شنایی که همه معلم‌ها از ادبش نسبت به بزرگترها میگن. از ماهان صادق‌زاده عزیز بگم که یه هنرمند واقعیه، افتخار خانواده و مدرسه هستش. از فؤاد صالحی براتون بگم که انسان در درس از بهترین های پایه نهم شد و همیشه رضایت بنده و تو بیجه پدر مادرش براش در اولویت بود. از چیه پایه نهم براتون بگم؟ از پارسا قربانی عزیز که همیشه اتاقش تو فضای آنلاین قرمز و تیره بود، اما خودش مؤدب و دوست داشتنی. از امیر محمد محمد مهدی بگم که جز واژه آقاش دیگه نمیتونم در موردش پیدا بکنم، مؤدب و دوست داشتنی و با معرفت. از مانی محمدی بگم براتون که معروف به رستوران سیار مدرسه، در یک کلام بسیار بسیار مؤدب و باجنده و باظرفیت. از کامیار مظاهری براتون بگم، دوست قدیمی من که در دبستان هم شاگرد من بوده، خودش و خانوادش در شخصیت کم نظیر هستن. از آقا سید علی میر اسماعیلی بگم که چقدر یه استادی قشنگ در مورد ایشون گفت که میتونه با استفاده درست از توانایی‌هاش یک هدایتگر خیلی خوب برای دوستانش باشه. از محمد مهدی نادلی بگم، پسر خوبی که ادبش همیشه زبان زد بوده و اگه قدر تواناییشو بدونه میتونه آینده بسیار درخشانی برای خودش رقم بزنه. از چیه پایه نهم بگم؟ از امیر مهدی نعمتی راد بگم که به قول دوستانمون پسر همیشه جدی اما بسیار بسیار خوشقلب و با ادب و مهربون. از ایلیا آذربرا براتون بگم، از شیطنت‌های مخفیانه اما شیرینش که فکر میکرد ما متوجه نمیشیم ولی همیشه هم متوجه میشدیم. از علی آذرنوش براتون بگم که پسر خیلی خوشقلبیه، بچه بسیار مهربون و با ادبیه. خیلی وقتا تو مدرسه که یه وقتایی میومد به ما سر میزد، کافی بود یه مسئولیتی بهش بسپارید، یعنی تا زمانی که اون رو به نحو احسن انجام نمیداد کنار نمیشست. از چیه پای نهم بگم؟ از یزدان انصاری بگم که در یک کلام در رفاقت واقعا میشه روش حساب کرد. از یه استقلالی متعصب بگم، از امیر محمد بکفردی پور، همیشه تو درس عالی، پر جنب و جوش، حضور فعال تو همه. تشکر میکنم، از خیلی ممنونم و تشکر میکنم از همراهی گرم همه عزیزان، سپاسگزارم. خدمت رو عرض کنم که ما یه اعلام سورپرایز ویژه داریم، منتها قبلش میخوام دعوت بکنم از مدیریت محترم اجرایی دبیرستان دوره اول المهدی که همه زحمات ما به نوعی در واقع به روی دوش ایشون بوده و همیشه با اون لطف و محبت و آرامشی که داشتن این آرامش رو به جمع به معلم‌ها ما انتقال دادن و ما تونستیم که به بهترین شکل در خدمتتون باشیم. دعوت میکنم از جناب استاد صدیقی عزیز، عرض سلام و ادب و خسته نباشید. آقای صدیقی به اصرار ما البته یه سفر دو روزه کوچیک رفتن، ما خیلی بهشون اصرار کردیم که آقا حالا که تشریف بردید امروز رو هم بمونید، حیفه که خلاصه
آره از اون هوای خوب و لطیف بخواید حالا این همه رفتین تا اونجا بمونید، ولی به جهت اینکه خیلی اصرار داشتن که به برنامه برسن، به هر حال نیمه های شب دیشب تشریف آوردن و ما امروز در خدمتشون هستیم. استاد اگه اجازه بفرمایید من دعوت بکنم از بقیه عواملی که شاید خیلی خیلی زحمت کشیدن و کمتر تو چشم بودن که حضور داشته باشن. آقای شیخ ریسی عزیز که خواهش می‌کنم جزء پایه‌های اصلی استاد تشریف بیارید، خواهش می‌کنم. خدمتتون من در خدمت گزارم. می‌خوایم همه دوستان رو ما بتونیم داشته باشیم. استاد... بله بله حتما. استاد قویبان معاونت محترم پایه هفتم تشریف بیارید. استاد تشریف بیارید. خواهش می‌کنم. نه می‌خوایم که تو قاب پایانی باشید شما. باشم میام. خب بفهم. آیا دعوتگر کجا؟ بله آقای دعوتگر رو ما نمیبینیم. آقای خداداد علی نژاد یکی از اون زحمتکش هایی که هیچ وقت ما در واقع نمیتونیم محبت هایشون رو جبران کنیم. آقای علی نژاد تشریف بیارین. از نیروها و همکارای بسیار پرتلاشمون. آقای دعوتگر من ای پدیدتون هستم. استاد قویبانی شما هم تشریف بیارین. اینجا بودن. آقای دعوتگر رو ما نداریم تو صحنه احتمالاً. آخر مسائل فنی آخر تشریف بیارید. آره متشکرم. بعد بیا خدا کشم. بیا جناب آقای قوام عزیز خدمتتون باشیم. از دوستانی که معمولا شما توی قاب ها ندیدینشون ولی در واقع پشت پرده و پشت صحنه بسیار بسیار زحمت میکشن، جز ستاد اجرایی دبیرستان دوره اول المهدی. آقای شیخ فیسی خدمتتون باشیم قبل از اینکه استاد صدیقی عرایزشون رو شروع کنن. سه به سه میشیم، سه نفر کد نداریم، سه نفر کد. من دوست داشتم که آقای عارفی و آقای حمیدی هم که از در واقع عوامل رسانه‌ای و بسیار بسیار زحمتکش این کلیپ‌های خوشگلی که شما تو کانال و بعضن شبکه‌های مجازی میبینید حاصل تلاش این دوستان هست. آقای عارفی حالا آقای حمیدی سخت میشه. خب ما از همینجا از شما تشکر میکنیم. استاد صدیقی در خدمتی. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که تصویر و صدای ما رو دارن. روز دختر رو، روز پرخیر و برکت دختر رو که پایه و نگاهشون بسته معصومه سلام الله علیها بود این روز رو به این نام نامیدن، به همه دختران عزیز سرزمینم تبریک میگم. امیدوارم که به دعای هست معصومه و نگاه مادر همشون از زهرا سلام الله علیها همشون آینده خوب داشته باشن، خوشبخت بشن. دعای پدر مادرشون قطعا به این موضوع بیشتر کمک بکنه. خیلی امروز دوست داشتم که بیشتر تو حال هوای تشکرم از همه، از پدرهایی که پدرها و مادرهایی که خوب تشخیص دادن، همراهی کردن، پشتیبانی خیلی خوب کردن. این راه حدود دو ساله‌ای که ما گذروندیم و امروز راضیم، همونطور که های محتجب گفتن از عمل کرده بون، به بخش خیلی مهمش پشتیبانی خیلی خوبه. خانواده ها باورهاشون، نگاه خوبشون، همراهی عالیشون بوده که به ما این کمک رو کرد. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه به یه مدرسه که بتونه موفق باشه پلهای ارتباطیشه و ارتباط منسجمه. کرونا با تمام بدی‌ها و آسیب‌هایی که داشت، یکی از حسنایی که برای ما به جا گذاشت این بود که بیشتر دل‌ها رو به هم دیگه نزدیک کرد. مجبور شدیم با دقت بیشتری برای اینکه بتونیم همراهی کنیم غیر حضوری، از همدیگه با خبر بشیم، حرف همدیگر رو بشنویم، بهتر همدیگر رو بشنویم و ببینیم و درک کنیم تا بتونیم بهتر همراهی کنیم. از این جهتش خیلی خوب بود این ارتباطی که ایجاد شده. من سال 71 کار معلمی رو شروع کردم، خیلی سالهای خوبی رو گذروندم، اردوهای خیلی زیاد، شاید مثلا بعضی از سالها 5-6 تا اردو سنگین استانی و مدرسه اینا میرفتم. خیلی به هم خوش گذشت از جهت اینکه هم دانش آموزای خیلی خوب زیاد دیدم، هم همکارای خیلی خوب. ولی با همه این اوصاف تو بدترین شرایط که کرونا باشه، من یکی از بهترین سالای با
حضورم در مدرسه رو گذروندم و میتونم به جرئت بگم پایه این خوشنودیم و اینکه راضیم اینه که بالاترین سطح ارتباط رو تو تجربه معلمیم امسال حس کردم. این رو مرهون زحمات همکارام خود شما اولیا همراهی خیلی خوب بچه ها میدونم که باعث شد که این رضایتمندی ایجاد بشه. انشاءالله که این ارتباطی که لمس کردیم، این حسی که تو ما ایجاد شد این یک سال و نیم دو سال اخیر و به نوعی باید بگیم یاد گرفتیم که چقدر مهمه این ارتباط، بهتر دقیقتر انشاءالله دامن بهش بزنیم، تو آینده ارتباطمون مستحکمتر و خوشیانه‌تر باشه، انشاءالله نتیجه و ثمرش هم لذت بخشتر خواهد بودش. آقا ممنونم از این که سپاسگزارم استاد، منو برای تشکر آوردید. جام از همه پدر مادرها دانش آموزه عزیزم، همکاره عزیزم، چه کادر اجرایی چه معلمان بزرگوارمون تشکر میکنم، از اولیا محترممون، از سرکار خانم رجایی و آقای محتجب که من بعضی ما اصطلاح خوبی نیست، واقعا آقای محتجب مثل عقاب خیلی خوب تحت نظر دارن، درایت دارن، هدایت میکنن، حمایتهای خیلی خوبی کردن. انشالله که حاصل این حمایتهاشون که الان تو ثمرش هم نشستیم خیر و برکاتش به مرحوم رجایی که میدونم حاج خانم اگر صدامون میشنون خیلی خیلی دوست دارن، پدرشون ازشون راضی باشن، انشالله ثمراتش دائم مستمر به پدرشون برسه و خدا توفیقاتشون رو روزافزون کنه. سپاسگزارم جناب استاد، دستتون درد نکنه، ما هم از شما ممنون هستیم که شرایط رو برای کار بهتر فراهم کردید. خیلی دوست داشتم عزیزانی که اینجا هستن صحبت کنم، اما چون میکروفون ها وصل نیست دیگه شاید امکانش نباشه. تشکر از جناب آقای خداداد علی نژاد، تشکر از جناب آقای قوام عزیز، استاد شیخ فیصی، استاد علی بونی معاونت محترم پایه هفتم. آقای صدیقی، من اعتقاد دارم که در یک مجموعه به خصوص حالا مدرسه اگر هر کدوم از عوامل در واقع کوتاهی در انجام وظایفشون داشته باشن یک تیم لطمه خواهد خورد و من استنباطم این هستش که امسال که سال خوبی رو واقعا با تمام سختی هایی که بود سپری کردیم و به بهترین شکل این پیام ها و بازخورد های خوبی که از خانواده ها به ما میرسه و این رضایتی که در واقع حاصل شده، من فکر میکنم که یک تیم قوی بوده. اگر جای آقای علی نژاد کوتاهی میکرد قطعا کل تیم دچار مشکل میشد و ضربش رو ما میخوردیم. تشکر و قدردانی میکنم از همه عزیزان. من عذرخواهی میخوام بکنم، واقعا هر روزی رو که اومدم توی مدرسه هم با اطمینان قلب اومدم و به دنبال یک فضای خیلی خوب، یعنی از شما حس خیلی خوب داشتم. اینو دوست داشتم اولیامون بشنن، حالا که شما اشاره کردید که واقعا هر بخشی از مدرسه یه مدیریت خیلی فنی روش کار کرده، هر کدوم از عزیزانی که پای کار بودن و من با یه تیب خاطر خیلی بالا، با یه آرامش خیلی بالا و یه شعفی هر روز میمدم و خوشحال میشدم که هر روز تیممو میدیدم، باشون هشونش دارم. و این جمله بسیار درست بود، اینی که شما اشاره فرمودید که این حاصل یک توانمندی خیلی بالاست که من خدا رو بابت این موضوع شاکرم. سپاسگزارم، الهی صد هزار مرتبه شکر. آقای علی نژاد خیلی متشکرم از لطفتون، استاد قوام عزیز خیلی خیلی ممنونم، استاد قریبانی بی نهایت از لطف و همراهیتون سپاسگزارم، استاد صدیقی خیلی خیلی از لطف و محبتتون ممنون هستم. اما برسیم به قسمت هیجان انگیز جشن سپاس سال 1400. ما دو آیتم داریم. آیتم اول توضیحات و اعلام اون برنامه ویژه و خاص که از قبل خدمت دانش آموزان عزیز هفتم، هشتم و نهم اعلام کرده بودیم. در ادامه اعلام نفرات برتر که در قالب یک کلیپ خیلی کوتاه دوستان خواهند دید و در پایان هم انشاءالله در واقع ورود به اون برنامه‌ای که الان آقای شیخ ویسی توضیحات کاملش رو خدمت شما بیان میکنن. استاد در خدمتیم. خب متشکرم. اول من یه تشکر بکنم
من یه تشکر بکنم تا دیر نشده اینم بگم، چون همه گفتن، شما گفت آقای صدیقا، منم یه تشکر بکنم از آقای صدیقی که با وجودشون واقعا آرامش رو به ما میدادن و این فرصت رو به ما دادن که ما با یک آرامش خاطری کار کنیم. اینکه آقای صدیقی واقعا این آرامش رو به ما، به تیم مجتمع المهدی و به مخصوصا دوره اول تزریق کرد که شکی توش نداره. این اگه موفقیتی هم بوده مطمئنن از مدیریت اجرایی واقعا خوب عمل کرد و فوق‌العاده. من همیشه ایشون رو به عنوان یک برادر بزرگتر یا به عنوان پدر رو جدا میدونم ایشون. انشالله که خدا ایشون رو من حفظش کنه. تکمیل صحبت‌های شما رو میگم، من همیشه به بچه‌ها میگم که بچه‌ها شما یه موقع مشکلی چیزی پیدا میکنی، حالا تو زمینه‌های مختلف به ما مراجعه میکنین، ما عوامل اجرایی و معاونین و تیم مدرسه، نه فقط ما، کل مشتبه مشکلی پیدا میکنیم، معمولا میریم پیش آقای صدیقی و ایشون با اون سعی صدر و اون صبوری و اون تجربه بالاشون آرامش رو به ما انتقال میدن. دقیقاً همون نکته بود. من ممنونم بازم سلامت. که این فرصت. آقا حالا بریم سر اصل مطلب. آقا من کجا بیام؟ اینجا عکسه. متشکرم. آقای منشی زاده، به سر گلم یه سورپرایز داشتیم. شگفتانه بگیم آقا، شگفتانه داشتیم. یه شگفتانه داشتیم که خیلی از عوامل مدرسه هم خبر نداشتم واقعا. ما فقط در حد مجوز این کارو می‌خواستیم بگیریم با آقای صدیقی هماهنگ کردیم. حتی آقای صدیقی محبت کردن، قبل اون اعتماد داشتن گفتن انجام بده. فقط من میدونستم و شما و آقای قوی‌بانی. ما امروز واسه بچه‌ها یه مسابقه داریم، یه بازی داریم. این بازی فرق میکنه با هم بازی‌های قبلی. مثل بازی که حالا توی روز میلاد حضرت رسول بود اگه اشتباه نکنم، یا مبعث بود آقای قریبانی، مبعث بود یا میلاد بود، مبعث بود، مبعث حضرت رسول داشتیم به عنوان جام همدلی. این هم یه مسابقه است. بچه‌ها یه فضایی رو وارد میشن، حالا بهشون توضیح میدیم، اونجا مسابقاتی اجرا میشه، به بالاترین امتیاز هم جایزه داده میشه. جایزه نقدی آقا. جایزه نقدی آقا، جایزه نقدی آقا صدیقی، جایزه نقدی آقا، هر چی تصمیم بگیرید. آقا اینم از همون است. سپاسگزارم. جایزه نقدی خوب آقا. بله. آقا دو نفر هفتم، دو نفر هشتم، دو نفر نهم، بالاترین امتیازها در هر پایه جایزه نقدی خواهد گرفت. اما چجوری وارد بشیم؟ یه لینکی داریم بچه‌ها، شما توی عکس میبینید درست آقا؟ شما توی عکس میبینید وارد صفحه salon.ir زیبازی میشید. الان نباید بشن، الان باید گوش کنید. الان نه، آره، رأس ساعت 12:55 دقیقه زمانی که اعلام میشه. آره حالا بهتون میگیم کی برید، فقط فعلا نحوه ثبتونا. ما یه عکس از آقای منشی‌زاده خواهش بکنم همین الان توی کانال بذارم فقط. چشم. یه محبت اگه کنم. اگه موافق باشید تو گروه های دانش آموزیشون اونه بعضی چون خارج شدن از گروه ها ممکنه خارج شده باشن یا دسته، اگه ممکنه تو تلگرام واسه شون این عکس رو بفرست. وارد این صفحه salon.ir زیبازی میشید، روی ثبت نام کلیک میکنید. کد ثبت نام چیه آقای منشی زاده؟ ALM که اون مخفف به المهدیه. HD ALM HD. به همین صورتی که توی عکس اومده، توی این تصویر اومده، به همین صورت بزنید، یعنی با حروف کوچیک. خب مشخصات خودت کامل وارد میکنی، اسم و فامیل. بله. اسم و فامیلتو کامل وارد میکنی، رمز عبوری انگلیسی برای خودت انتخاب میکنی، یعنی این اختیاریه، رمز عبوری تو خودت باید انتخاب کنی، حالا هر چی دوست داری، دوست داری کد ملی تو بزنی، دوست داری حروف بزنی، هر چی باشه. حالا شماره 3 این دیگه. بله بله. الان شما 4 رو دارم. نام و نام خانوادگی رو فارسی وارد کنید بچه‌ها. حتما نام و نام خانوادگیتون فارسی باشه. شماره 5 چی آقا؟ گفته چی؟ ساعت 12:55 دقیقه وارد سایت بشن. رأس ساعت 13 بازی شروع میشه. رأس ساعت 13 بازی شروع میشه. با شماره همراه و رمز عبوری که ثبت نام کرده بودید وارد بشید. بله. گزینه مهمون رو انتخاب کنید، چون مسابقه تو فضای اسکای روم هستش. حتما اونی که میبینه وارد نمیشه مطمئن باشید اون مرورگرش مشکل داره. سعی کنم بچه‌ها کرومشون رو به روز رسانی کنم، چون من خودم میخواستم وارد بشم نتونستم. میخواستم برای مثلا حالا امتحانی برم فضا رو ببینم برای شما انتخاب کنم جا رو، نتونستم. کرومم رو به روز رسانی کردم، برنامه کروم رو با کروم وارد شدم و تونستم خیلی راحت وارد
فضای بازی بشم. گزینه مهمون رو انتخاب میکنن، نام و نام خانوادگیشون دوباره اونجا وارد میکنن، اون وقت بازی شروع میشه. مجری داره بازی داره، خیلی راحته، خیلی فضا راحت. الان حالا من شاید بگم واسه تون یه خورده گیج کننده باشید، ولی برای روش ثبت نام وقتی وارد صفحه بازی که میشید اصلا نگران نباشید دیگه، همش اونجا گوشی های لمسه هم که مشاله همه کارن دیگه، فقط گزینه ها رو شما انتخاب میکنید، امتیاز هم پایینش زده میشه و مشخصه. بچه های گروه هفتم، هشتم، نهم یک سری مسابقاتش به صورت انفرادی امتیاز میگیرید، یک سری مسابقاتش به صورت گروهی امتیاز میگیرید. مجموع اینها به دو نفر اول هر پایه، دو نفر اول هر پایه یک جایزه نقدی، نمیگم خیلی نفیس، ولی یک جایزه نقدی اهدا میشه. اینم از استاد. الان در کانال سورپرایز مدرسه، اما یه سورپرایز دیگه هم داریم برای تابستون، اونو دیگه تابستون میگم. اون اصل کاری کار خودمونه با آقا عارفی عزیز، با آقا حمیدی عزیز، اونا طراحی خودمونه، خودمون میخوایم اجراش کنیم. اونو بعدم میگم، ان شاء الله تابستون اومدم پیشمون اونجا میبینم قراره چی کار کنیم. اون سوال کردن که آیا میشه با لپتاپ رفت؟ با لپتاپ هم میشه رفت. استاد اینجا الان نشستن، استاد آقا وارد اسکایروم بخوام بشن خب سایتو میزنه با لپتاپ میتونه بره، درسته؟ اگه نره مرورگرشون مشکل، چون من با لپتاپ مجلس رفتم مون نتونستم وارد شم، با گوشیم رفتم. آره مرورگرش اگه به روز باشه میتونه بره. بسیار. آره مرورگرشون به روز باشه میتونه. این عکسو پس من از آقا مجتهد خواهش میکنم داخل کانال گذاشتین. خیلی متشکرم. داخل کانال گذاشتن، الان میتونید برید ببینید. رأس ساعت 12:55 خواهش میکنم زودتر نرید، دیرترم نرید، چون اگه مثلا ساعت 1 به بعد برید اون موقع از بازی ها دیر عقب میافتید، ممکنه یه بازی انجام شه یه امتیازی 10 امتیاز ازش کم میشه. بسیار. اون وقتی که جایزه رو نمیتونی ببری، دوستانی هم که جایزه میبرن بالاخره باید نصفشو به شما بدن دیگه. آره که سورپرایز واسه سورپرایز خودشون استفاده کنن. پس چرا همیشه جایزه های منو شما میگیرید؟ من با شما فرق میکنه حساب مو بچه ها. چه فرق میکنه؟ حالا من بعدم میگم. خب ایشالله که امروز بهتون خیلی خوش بگذره. آقا الان قرار معدل بیست. چقدر بازی ها طول میکشه؟ تقریبا یک ساعت و نیم تا دو ساعت. 90 دقیقه. بعد امتیازها مشخص میشه برای شما. به ما امتیازها رو اون مرکز بازی به ما ارائه میکنن. میگن امتیازی که برترها، نفرات برتر رو بهشون میگیم مشخص میکنن واسه ما. ما جایزهشون از همین الان آماده کردیم. بسیار عالی. بسیار عالی. که به صورت کارت هدیه انشالله. بله به صورت کارت. انشالله روزی که اومدن کارنامه بگیرن همونجا تقدیمشون میکنن. بسیار عالی. خب من شما توضیح دیگه ای دارید؟ خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم. من سپاسگزارم از لطفتون. اما برسیم به اعلام نفرات برتر. ما خدمت شما عرض کنم که میتونیم اسامی رو هم بخونم، البته زحمت کشیدم به صورت پاورپوینت استاد دواتگر عزیز زحمت کشیدن و کلیپ رو آماده کردن چون اسامی رو حالا به دست ما رسوندن. من ضمن این که تشکر بکنم، استاد صدیقی فرمودن از همه دانش آموزا، آیه صدیقی ما به ویژه در ترم دوم بسیار بسیار نمرات بچه ها الحمدلله با همت و تلاش خودشون واقعا افزایش چشمگیری داشت. خب شرایط آنلاین هست، کار سخته، یه نگرانی هایی وجود داشت، اما با همکاری که واقعا هم خانواده ها و هم دانش آموزا به خصوص از در واقع پایان فروردین تو یکی دو ماه اخیر داشتن، الحمدلله نتایج بسیار خوبی حاصل شد. ضمن اینکه من تشکر میکنم از همه بچه ها واقعا، اونهایی که بسیار تلاش کردن. ما فقط اسامی معدل های 20 رو اینجا خب اعلام میکنیم. آقا مرتضی اگر اجازه بدید بنده اینم خدمت شما تقدیم کنم که هر سه تا پایه خودتون زحمت رو بکشید، چون آقای قوی بنی هم نیستم، منم نباشم بهتره. من خواهش میکنم من برم کارا رو انجام بدم برای شما. خداحافظ. ضمن اینکه ما یک کلیپ هم بلافاصله بعد از این اعلام اسامی خدمت عزیزان پخش میشه، اون رو هم حتما ببینید. من اسامی نفرات برتر یعنی معدل‌های 20 هر پایه رو خدمتتون میگم، بعد انشالله اون کلیپ رو با هم خواهیم دید. از پایه هفتم شروع بکنیم. آقای سید ماهان طالبی، آقای رضا درویش، آقای آرتین صادق‌زاده، آقای امیر محمد توکلی، آقای محمد علی تاتینا، آقای ایلیا شیبانی، آقای آریان امدادی عزیز، آقای سام شهبازی، آقای حسین عوازری و آقای سید محسن صالحی امیری، این عزیزان معدلشون در ترم دوم 20 شده اما در پایه هشتم. جناب آقای آرمین صحرایی، آقای پوریا صفی، آقای آریان شیخ، آقای مهیار قاسمزاده،
آقای بارمان رحیمی نیا، آقای آرش درویشپور، آقای ماهان قربان خانلو، آقای سید امیر رضا حسینی، آقا امیر علی نظر آهاری و آقای امیر طاها اسلامی. اما در پایه نهم، پسرهای خوبم در پایه نهم، آقای ایلیا زربرا، آقای حسین شجاعی، آقا سید محمد حسینی، آقای امیر حسین نجفی، آقای معین جودکی، آقای امیر محمد محمد مهری، آقای ماهان صادق زاده، آقای امیر مهدی پوربیات، آقای ایلیا علیاری، آقای امیر محمد بکوردی پور، آقای پارسا غلامی، آقای امیر مهدی نعمتی راد و بالاخره جناب آقای ابوالفضل شعبان. این کلیپ رو با هم ببینیم، در خدمتتون هستیم.
همراهی همه اعضا. من این نکته رو مجدداً یادآوری میکنم. الان پشت صحنه که داشتیم با دوستانمون صحبت میکردیم، ما انصافاً از بالای 98% از دانش آموزانمون در امتحانات رضایت کامل داریم. یکی از اساتید دانشگاه آقای دواتگر عزیز یه روز اومده بود مدرسه، نحوه برگزاری امتحانات ما رو که میدید میگه آقا امتحانات شما در سطح دانشگاه هم بالاتره، یعنی ای کاش ما از اینجا الگو میگرفتیم. با این حال با تمام سختگیری هایی که تو بحث امتحانات ما داشتیم، به لطف خداوند متعال با تلاش دانش آموزان تلاشگرمون و همراهی خانواده ها و اساتید، نتایج بسیار خوبی امسال به خصوص در ترم دوم حاصل شد که من مجدد وظیفه میدونم که از زحمت همه دانش آموزان عزیزم تشکر و قدردانی بکنم. سپاسگزارم از همراهیتون. ساعت هم اکنون فکر میکنم 12:48 هست. ممنون از همراهی همه عزیزان. ساعت 12:55 همانطور که اعلام شد دوستانمون میتونن طبق اون معرفی که آقای شیخ ویسی داشتن وارد سایت بشن و در بازی آنلاین شرکت بکنن. این نکته رو هم چون بعضن سوال میشه من خدمت دوستان عرض بکنم که کارنامه های پایه های 7، 8 و 9 در روزهای آینده به نحوی که مدیران هر پایه اعلام خواهند کرد در گروه های واتساپی تقدیم خانواده های محترم و دانش آموزان عزیز خواهد شد. تشکر از همراهی همه عزیزان. دعای همیشگیمون خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.